این از ویندوز 11 روی کامپیوتر معمولیمون نصبش کردیم ویدیوش هم مثلتون گذاشتم هیچ مشکلی هم تقریبا نبود ولی اخ... اگه بخوایم رو این قرازه نصب کنیم چی اگه کامپیوتر قدیمی دارید این یه سی پی یو جی 540 اینتله یه سی پی سلرون دو هسته هست ولی نه تی داره نه مادربردش سکیور بود ساپورت میکنه هیچی هیچی نداره 8 گیگ داره که اونم میتونست نباشه دو گیگرم هم باشه جوابه میتونه هارد باشه من SSD دارم روی این کامپیوتر اگه بخوایم روی این نصب کنیم چی میشه بعد میشه امروز قراره بتون یاد بدم چجوری میتونید روی این کامپیوتر قدیمی ویندوز 11 رو بدون هیچ مشکلی نصب کنید با من همراه بشید سلام مردشیر کاوینی هستم اینجا چاره کامپتره و و و امروز قراره رو بریم روی کامپیوتر قدیمی مون ویندوز 11 رو نصب کنیم من قبلا یه ویدیو ساخته بودم و روی کامپیوتر قدیمی با نسخه های غیر آفیشیال گفته بودم چجوری میشه نصب کرد ولی توی نسخه آفیشیال یه فرقایی کرده دیگه اون نسخه قدیمی کار نمیکنه اون فایلی که اونجا گفتم برید از داخل سی دی ویندوز 10 بردارید بیارید دیگه به درد نمیخوره ماکساف رفته تغییراتی داده که اون فایل کاربرد نداشته باشه و ما باید دوباره باش کل انجام بریم خیلی هم کار سختی نیست من توی آموزش قراره بهتون یاد بدم اول فلشتون رو بوتیبل کنید بعد بیاید اون فایل رو روی فلش بوتیبل شدهتون تغییر بدید و از طریق اون نصب کنید برای اینکه بتونم نصب رو براتون ویدیو بگیرم من از داخل ویندوز میرم ستاپ رو اجرا میکنم ولی شما میتونید همون فلش بوتیبل شدهتون رو وصل بکنید به کامپیوتر تغییر بدید بوتوردر رو بذارید از اون بیاد بالا و هیچ مشکلی وجود نداره همون جوری که قبلا ویندوز نصب کردید، الان میتونید ویندوز نصب کنید پس از این لحاظ هم خیالتون راحت هیچ مشکلی وجود نداره من برای اینکه بوت ایبل بکنید و فلش رو وصل بکنید و از طریق بوت بخواید بیاد بالا ویندوز نصب کنید توی چالش 100 تا ویدیو سیستم عامل‌ها بیشتر توضیح میدم و اونجا هم یه ویدیو جداگونه واسهتون برای ویندوز 11 می‌سازم. ولی امروز قرار بریم روی این کامپیوتر ابرقرازه دیگه من از این قدیمی‌ترش هم نصب می‌کنم خیالتون راحت هیچ مشکلی پیش نمیاد روی این کامپیوترها بتونیم نصب بکنیم خیلی آمون کامپیوتر جدید نداریم و میخوایم ویندوز 11 رو تست بکنیم حداقل حالا آیا من توصیه میکنم نصب کنید پیشنهاد میکنم که تست بکنید ولی حتما از دیتا قبلیتون بکاپ بگیرید که اگه خواستید بتونید برگردید به قبلی دقت کنید اگه اومدی روی ویندوز 11 برگشتش کلین اینستاله برگشتش به همین راحتی نیستش که بزنی برگردی به قدیم. چون سیستم ساپورت نمیشه نمیتونی راحت برگردی به قدیم. باید پاک کنی دوباره ویندوز نصب کنی ولی پیشنهاد میکنم یه بار تستش بکنید چون ویندوز 11 خیلی روونتر و باحالتر داره کار میکنه من حد من تجربه خیلی خوبی از کار کردن باش دارم خب همین بریم تو کامپیوتر فایل ایزو رو دانلود کنیم فلشمون رو بوت کنیم چک کنیم که میشه یا نمیشه روی این نصب کرد حتما افسر پی چک رو واسهتون اجرا میکنم ببینید و بعد ویندوز رو نصب کنیم و برگردیم از این آدرس میتونید بیاید مینیمم ریکوایرمنتس یا سیستم ریکوایرمنت رو ببینید قبلا در کامل ویدیو ساختم و توضیح دادم ولی حالا یه نگاه هم بندازیم یک گیگاهرتز حداقل باید سی تون باشه و حتما باید دو یا تعداد بیشتری هسته داشته باشه این نکته مهمیه حواستون باشه 4 گیگ رم باید داشته باشید که با کمترش هم میشه نصب کرد گیری نداره 64 گیگ استورج پیشنهاد داده کمتر از این باشه بازم مشکل نداره یو اف آی بوت باید فعال باشه تی پی ام باید داشته باشید دایرکتکس 12 باید ساپورت کنید خب همه اینا قابل اسکیپ نه و میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم این کار رو انجام بدیم حالا چجوری میتونید این رو چک بکنید همین آدرس رو تشریف بیارید پایین پایین یه گزینه داره اینجا دانلود پی سی هلپ چک اپ این رو بزنید میاد اینجا اینجا کافیه دانلود پی سی هلپ چک اپ رو بزنید تا برنامه رو شروع کنه و تون دانلود کردن من از قبل برنامه رو دانلود کردم اینجا سجراش میکنم خب همونجور که میبینید یه برنامه باز شد داره مشخصات سیستم رو میاره این کامپیوتر 8 گیگرم داره یه دونه 320 گیگ داره که من روش ویندوز نصب کردم میخوام همین کار انجام بدم اینجا گزینه چک ناو رو بزنید براتون چک میکنه نا کنید میگه که سکیور بوت ندارد تی پی ام دو ندارد این کامپیوتر و پردازنده هم جز لیست پردازندهایی که باید ساپورت بشه نیست یه پردازنده اینتل سلرون g 540 داره که دو نیم گیگارتسه دو نیم گیگارتسش اوکیه اگه دو هسته ای هم باشه بقیهش رو دیگه راحت میشه ازش گذشت دو هسته ای بودن چجوری بفهمم کنترل شیفت اسکیپ رو میزنم میام توی تب پرفورمنس سی پی تعداد کور رو کنید زده دو هسته اوکی پس این یه سی پی دو هسته ایه و میشه روش نصب کرد حالا بریم ما هم دیگه نصب کنیم ببینیم چجوریه آقا خانم شمایی که کانال چاره رو دنبال میکنید و دارید چیز یاد میگیرید شاید یکی از دوستاتون هم به دردش بخوره حتما این ویدیو رو واسه یکی از دوستانتون هم بفرستید که اونم بیاد به این خانواده و بهش یاد بدید یوتیوب دیدن رو یاد بدید و بهش بگید که اینجا محتوای خیلی بهتری نسبت بقیه شبکه اجتماعی براش وجود داره دعوتشون کنید بیان یوتیوب بین بشن علمشون میره بالا حالا که دیدیم که کامپیوترمون جوابگو نیست حالا ببینیم چجوری میتونیم ویندوز رو نصب کنیم اول این چیزی که لازم داریم ایزو ویندوز ایزو ویندوز رو باید بیاید از این مسیر دانلود بکنید من قبل این روش سوم رو گفتم که چجوری از اینجا بزنید ویندوز رو دانلود کنید ویدیو قبلی رو میتونید ببینید حالا بریم با روش دوم ببینیم خیلی فرقی نمیکنه ولی میخوایم یه نگاه بندازیم دانلود ناو رو میزنم روی این روش دوم مدیا کرییشن تول رو برای من دانلود میکنه که از طریق اون بتونم ایزو ویندوز رو دانلود کنم برنامه رو باز میکنم خب همونجا که میبینید قوانین رو میاره قوانین رو قبول میکنم تو صفحه بعدی میگه که زبانتون چیه و چه نسخه ای رو میخواید همین میذارم بمونه نکست حالا اینجا میگه میتونی فلش دیسکو به من بدی همین الان فلشتو تو وسط فرمت کنم شروع کنم دانلود کردن میتونی فایل ایزو رو بگی میخوای من میگم ایزو رو میخوام میتونی فلش رو انتخاب کنید دیگه بستگی به خودتون داره ما تو ایران به خاطر سرعت دانلودمون به نظرم بهتره که این رو انتخاب نکنیم ایزو رو میزنم نکست و اینجا میخواد فایل ایزو رو سیو بکنه خب پس رفت شروع بکنه به دانلود کردن من قبلا با روش بعدی با این روش دانلودش کردم و از طریق روفس میخوام روی سیس روی فلش بوتیبلش بکنم بریم با روفس یاد بگیریم این رو بوتیبل کنیم این رو من کنسل میکنم خب من فلش رو وارد کردم همینجور که میدید فلش هم شناخته یه فلش هشگیگه و اینجا میام روی حالت دیسکور ایزو ایمج قرارش میدم و اینجا سلکت رو میزنم باید برم فایل ویندوز هم انتخاب کنم من میام اینجا ویندوز 11 اینه انتخابش میکنم اسم فایلش هم 5 پنجم اکتبر که بشناسم خب حالا اینجا تنظیمات رو باید انجام میدیم. استارت ویندوز اینستالیشن میخوام باشه پارچن سایلتون جی پی باشه یا ام باشه اگر کامپیوتر قدیمیه و هارد دیسکتون قدیمیه احتمالا از نوع ام اگر جدیدا ویندوز نصب کردید و تنظیمش رو عوض کردید بردید روی جی پی چجوری میتونید هارد دیسک رو تشخیص بدید که ام هست یا جی چند تا روش قبلا معرفی کردم ساده ترین را اینه که شما دستور دیسک پارت رو اجرا کنید داخل این پنجره که باز میشه تایپ کنید لیست دیسک نا کنید دیسکاتون رو میاره اون دیسکایی که جی پی تی باشه جلوشون علامت زده الان دیسک چهارم و پنجم من جی پی تیه. این دیسک چهار من دیسکیه که ویندوز من روش قرار داره پس اگه بخوام روی این ویندوز نصب بکنم روی این کامپیوتر ویندوز نصب کنم باید از نوع جی باشه اگه بخوام کامپیوتر قدیمی باشه باید ببینم اون چی هستش پس اینو حواستون باشه من میذارم روی ام بی آر چون میخوام روی کامپیوتر قدیمی نصب کنم بایوس یا یو وقتی ام بی آر میذارید خودش بایوس میشه ولی اگر روی جی گذاشته باشید میتونید بین یو و بعضی وقتا بایوس تغییر بدید که من میخوام ام بی آر باشه و اینم بایوس باشه اسم فلشتون چی باشه؟ اسم فلش رو میذارم ویندوز 11 5 اکتبر اینو برای خودم می که بدونم دقیقا کدومه و دیگه به بقیه گزینه‌ها کار ندارم اینجا می یه سری گزینه دیگر رو بیاریم کاری به اینا ندارم به این قسمت هم کار ندارم استارت رو میزنم بره فلشم رو بوتیبل کنه <applause> یه چکینگی رو انجام میده بعد یه پیغام میده میگه هر اطلاعاتی روی این دیسک داری میپرا هست میگم بله ببین من میدونم که روی این دیسک هم یه سری فایل دارم ولی کارشون ندارم به دردم نمیخوره اوکی میکنم دیسکتون رو فرمت میکنه و شروع میکنه اون رو بوتیبل کردن فایل رو کپی میکنه آماده میشه که به سیستم وصلش بکنیم ببینید اسم رو عوض کرد گذشتش دقیقا اون چیزی که درسته و حالا داره فایل رو کم کم داخلش کپی میکنه خب حالا همونجور که میبینید فلش من بوتیبل شده آماده است اوردم زدم به این کامپیوتر که میخوام روش شروع کنم از روش ویندوز رو نصب کردن من مخصوصا اینجا دارم این کار رو انجام میدم واسه اینکه شما مراحل رو بتونید درست ببینید وگرنه اگر با کامپیوترتون بوت کنید با فلشتون بیاید بالا هم همینه مراحل اون رو هم ویدیو, جداگونه میسازم ولی الان چون میخوام فقط این مراحل رو ببینید از اینجا نشونتون میدم من وارد فلش هم میشم اتفاقا و ستاپ رو از همینجا اجرا میکنم انگار که رفتید از بوتیبل اومدید بالا اجرا هیچ فرقی نمیکنه مراحل ستاپ رو اجرا میکنم قشنگ دقت کنید میگه که آقا اینستال ویندوز 11 بعد توضیح میده که آقا میخوام برم درایور فلان رو بگیرم میخوای میگم نه نمیخوام بری درایور رو بگیری فعلا نات رایت میزنم نیکست میره سیستمم رو چک کنه چکینگ یور پی سی رو داره انجام میده یادمونه دیگه این کامپیوتر قدیمیه و نباید بتونه نصب بشه دقیقا داره بهم پیغام میده میگه که نه پروسسورت ساپورت میشه نه تی داری نه سکیور بود داری نمیتونی نصب بکنی خب حالا باید چیکار کنیم حالا کاری که میگم رو قشنگ دقت کنید برنامه رو میبندم میام توی پوشه سورسز و دنبال فایل APP ریزر Res میگردم APP ریزر Res این فایلیه که باید دنبالش بگردیم نها کنید یه فایل DLL واسه اینکه و خراب کاری نکنم اینجا این فایل رو کپی میگیرم میارم یه جای دیگه پیستش میکنم و حالا میخوام روی این فایل یه سری تغییرات رو اعمال کنم من فایل رو با نوتپد باز میکنم اینجا باید بیاد از منوی ادیت فایند سرچ بکنید TPM Next نها کنید هر چیزی میاد که TPM داره، باید پاکش بکنید، این رو پاک میکنم، اینجا میذارم Find Next، برو بعدی، دوباره پیدا میشه بعدی، اینایی که فقط TPM ورژن اینجا نوشته متنه این مهم نیست، اینو میتونید رد کنید بره، قشنگ دقت کنید چیزی رو اشتباه پاک نکنید و یه بار باید وقت بذارید این کار رو انجام بدید البته که الان بتون میگم راه ساده تر اینه که من این فایل رو بسطتون قرار میدم خب حالا که تموم شد دوباره برمیگردم اول فایل و این بار uیfi رو سرچ میکنم نگاه کنید ufi سیکیور بود این رو هم پاک میکنم با این روش شما کاری میکنید که دیگه uیfi و... و TPM چک نشه خب یو تموم شد و حالا این فایل رو سیوش میکنم آقا راستی اگر این فایل دیدید سخت درست کردنش نگران نباشید توی کانال تلگرام فایلش رو گذاشتم لینک کانال تلگرام این پایین است حتما تو کانال تلگرام هم عضو بشید به خاطر اینکه فایل های مهم همیشه اونجا قرار میگیره بلی. واسه اینکه اگر اشتباه کرده باشید خرابکاری کرده باشید بعدم اذیت نشید میام الان یه بار دیگه این فایل اصلیه رو یه کپی ازش نگه میدارم که اگر یه روزی لازم شد دوباره بتونم این رو تغییرش بدم پس این فایلتون هم یه دونه ازش کپی کنید که داشته باشیدش اینجا ببینید من دارم حالا میام این فایلی که ادیت شده رو این ور میندازم این بعد بسته این فایلی که ادیت شده رو این ور میندازم و ریپلیس میزنم حالا فایل ما باید آماده باشه بریم یه بار دیگه ستاپمون رو اجرا کنیم باز دوباره رسید به این صفحه میگم که نمیخوام چک بکنی نکست چکینگ پی سیمو داره انجام میده یه تغییراتی به چشم میاد خب میگه که آقا قوانین رو قبول داری فلان میگم بله رفت ایناف هم رو چک کنه تی پی ام رو رد کرد هم تی پی ام هم یو رو رد کرد داره فضای خالی مو چک میکنه و تمام اینجوری میتونید ویندوز 11 رو روی یه دستگاه قدیمی هم نصب کنید من دیگه اگه الان اینستال رو بزنم میره بقیه مراحل نصب رو انجام میده خب اینم از ویندوز 11 میبینید که نصب شد اومد بالا فایلام سر جاشه برنامه هام هست و هیچ مشکل ندارم بریم ببینیم آخرین نسخه هستیم یا نه ور رو اجرا میکنم همونجا که میبینید 22394 دقیقا آخرین نسخه ای که هست و میتونیم از اینجا هم ستینگ رو اضافه کنیم و میام وارد ویندوز آپدیت میشم یه سری آپدیت واسه اومده که میتونید بگیرید آپدیت های سکیوریتی و این چیزاست ولی توی قسمت سیستم میام پایین about همینجا که میبینید سی پی یو سلرون جی 540 دیدید که این سی نه بود ساپورت میکردش ماده بردم نه این سی پی داره نه چیپ تی اضافه دارم چی؟ آخرین نسخه ویندوز رو هم نصب کردم خب نه از این دیدید که تونستم روی این کیس قدیمی من ویندوز رو نصب کنم پس با خیال راحت میتونید ویندوز 11 رو روی هر سیستمی دلتون خواست نصب بکنید حالا میمونه بحث آپدیت مایکروسافت میگه که من به کامپیوترهای قدیمی آپدیت نمیدم ولی مایکروسافت نگفته بودش که با این روش باید بری نصب کنی بعد نتونی آپدیت بگیری کل اه... قضیه تا زمانی که اولین آپدیت برای ویندوز 11 نیاد نمیشه هیچ نظری داد کنید تا آپدیت بیاد واسه ویندوز 11 کامپیوتر اصلی آپدیت رو بگیره بعد اینو روشن میکنم ببینم آپدیت میتونه بگیره یا نه اگه نتونست بگیره راهکارش رو بهتون میگم ولی واقعا راهکارش پیچیده هم نیست شماره آپدیت رو میتونید برید از سایت مایکروسافت دانلود دا کنید و نصب کنید و خودمونیم نصفیتون که قبول داشتید تا حالا آپدیتاتونو خاموش میکردید نمیخواستید ویندوز آپدیت بگیرید حالا الان گیر شدید رو آپدیت برید استفاده کنید خیالتون راحت بشه بالاخره راهکاری واسش پیدا میشه هیچ وقت نباید ما رو تهدید کنن. این اپل نیستش که مایکروسافت بالاخره کاریش میکنیم همین امیدوارم این آموزش برایتون خورده بشه و دوست داشته باشید شاید ویدیو زر طولانی شد سعی میکنم تایم سمپ بزنم که اون قسمتی که میخواید رو بتونید پیدا کنید من علی شروع هستم اینجا چهاره ای کامتره لایک و کامنت و سابسکرایب بیارتون نره و حتما حتما دوستاتون رو دعوت کنید که بیان بتونم علمشون رو افزایش بدم مرسی فعلا خدا نگهدار